ایران میگوید بررسی قوطی سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در تهران نشان داده است که به طرف هواپیما دو موشک پرتاب شده است. تورج دهقانی زنگینه رئیس اداره هوانوردی ملکی ایران روز 23 آوگوست گفت موشک دوم بعد از 25 ثانیه موشک اول و هنگامی که سرنشینان هواپیما زنده بودند به هواپیما برخورده است. اعلامیه زنگینه گزارش اولین رسمی در مورد محتوای قوطی سیاه است که در ماه ایول برای خواندن به فرانسه فرستاده شده بود. تورج دهقانی زنگینه گفت 19 ثانیه بعد از برخورد موشک اول به هواپیما صدای خلبان ها نشان داد که مسافران زنده بودند. بعد از 25 ثانیه موشک دوم به هواپیما برخورد کرد. ایران گفته است در ماه ینوار امسال در زمانی تنش با آمریکا هواپیمای اوکراین را در تهران به طور تصادفی سقوط دادند. در این حادثه 176 نفر به هلاکت رسیدند. اکثر قربانیان شهروندان کانادا بودند. قبلا اداره هوانوردی ملکی ایران گفته بود که سبب فاجعه در اطلاع اشتباهی سیستم رادار و نبود معاشرت در میان اپراتور دفاعی هوایی و فرماندهانش است.